رادیو افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی یک بار دیگر در حضور شما قرار داریم و برنامه از گپ گپ میخیزد روز پنجشنبه 12 سرطان سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 2 ماه جولای سال 2020 میلادی را تقدیم حضورتان میکنیم. سالها میگذره، ماها میگذره، هفته ها میگذره، روزها میگذره، ساعتها میگذره، ثانیه ها میگذره، اما میبینیم که افغانستان و مردم افغانستان باز هم در خم یک کوچه سرگردان هستند. افغانستان در کمتر زمانی از تاریخ 14 نابسامانی های سیاسی و امنیتی خود اینقدر به کشور بدون حکومت و غرق در هرج و مرج شبیه شده است. کسانی که این روزها در ارگ از نام حکومت به فکر گسترش قدرت سیاسی خودند، علی رغم شیوع ویروس خانمانسوز کرونا و بسا نابسامانی های دیگر، بالاخص امنیت و همچنان گسترش فساد اداری، قتل، سرقت و هزارها بدبختی دیگر، برای آنها حتی مشروعیت همان ورق پاره توافقنامه سیاسی نیز باقی نمانده است. ولی این گروه و به عبارت باند ورشکسته، بدون آنکه بتواند به حل مشکلات روزافزون کشور نائل شود و یا طرحی را برای بیرون رفت از وضعیت موجود داشته باشد، فقط در پی عزل و نصب موره های خود، یا بهتر است بگویم موره های دلبند مورد نظر خود در قدرت و فتح کردن قله های وزارتخانه های بیکفایت و متلاشی بیرون شده است. وزارتخانه هایی که بسیاری از آنها در 5 یا 6 سال گذشته به وسیله سرپرست وزرا یا سرپرست وزیران اداره شده و یا وزیرانی که هیچ اختیاری برای انجام وظایفشان نداشتند و نخواهند داشت. اما یک مثلث شوم شیطانی، یا بهتر است بگویم یک حلقه در ارگ وجود دارد که به جای همه تصمیم میگیرند و آنگونه که میخواهند به قلدری سیاسیشان ادامه میدهند. واقعا در این کشور چی میگذرد؟ در کشوری که در پایتخت آن در روز روشن دزدی، آدمکشی و آدمربایی به یک موضوع عادی تبدیل شده است. البته این وضعیت تنها در کابل محدود نمی شود، بل اکثر شهرهای پرجمعیت کشور این روزها شاهد چنین رویدادهای تأسف‌بار است. از هرات در غرب شروع تا مزار در شمال و قندهار در جنوب و ننگرهار در شرق، از نامنی‌ها و همچنان از شیوع روزافزون ویروس کرونا رنج میبرند. این وضعیت چه چیزی را ثابت میکند؟ وقتی در کشور جان و مال مردم همیشه در خطر باشد و در شهرهای بزرگ آن کانگسترها به شیوه فیلمهای هالیوودی و بالیوودی عمل کنند، آیا میتوان از حکومت قانون و جمهوریت سخن گفت؟ روی سخنم باز هم جناب دکتر صاحب اشرف غنی هستند. غنی که حالا به آرزوهای قلبیش برای تصاحب قدرت سیاسی نائل شده و شاید 6 ماه 7 ماه دیگر همچنان به حیث کل مختار شهر کابل باقی بماند، 6 سال پیش
وقتی در انتخابات شرکت میکرد از برنامه های سخن میگفت که افغانستان را به کشور امن، مرفه، اقتصاد محور و قانون محور تبدیل میکند. اما 6 سال پس از آن سخنان و وعده های میان توهی چه بر سر این کشور و این ملت آمده است؟ غنی و گروهکش با این کشور چه کرده است که به چنین وضعیت اسفناک دچار شده است؟ نه از با اوج رساندن آن خبر است و نه از کابینه اش خبر است و نه از رسیدن به صلح. همه چیز در حاله از ابهام قرار گرفته است. دیگر کسی حتی نمیخواهد از آینده این حکومت و نتیجه آن چیزی بداند، چون همه به فکر این اند که در چنین کشوری چگونه جان و مال خود را نجات دهند، چگونه کاری کنند که خود را از گزند ویروس کرونا نجات بدهند و از گرسنگی و بی‌سرپناهی نمیرند، چگونه میتوانند فرزندانشان را از گرمای تابستان عبور دهند. آیا شرم نیست که باز هم در چنین وضعیت دم از حاکمیت قانون بزنیم؟ مردم دیگر حتی نمیخواهند که نامهایی چون دموکراسی، جمهوریت و جامعه مدنی را بشنوند. غنی هر روز یک دسته گل به آب میدهد. باز هم شاید در نزد عده از هموطنان ما سوال پیدا شود که شما چرا همیشه سر غنی گپ میزنید؟ حالا خب کل مختار و فاتح میدان آقای غنی است. آقای عبدالله به ما آرزویی که داشت رسید، یعنی که یک پست و مقام تشریفاتی که تا امروز هم تشریفاتی تشریف دارن و من نمیفهم چه وقت اونا از خواب گران بیدار میشن و مسئله صلح و مصالحه را روی دست میگیرن. حتی تا امروز اینا نتانستن چند نفر به حیث وزیر پیشنهاد کنن. بران آینده ای کشور همچنان در حال از ابهام قرار داره. و ما گفتیم که آقای غنی هر روز یک دسته گل به آب میدهد. زمانی که این جمله را می نوشتم اشتباهاً اول نوشتم غنی هر روز یک سبد آب به یک دسته گل میدهد. اما فورا متوجه شدیم که نه، پیری و زهیری است. فکر بعض وقتا گفته مردم درست کار نمیکنه. دیروز بله دیروز یک مناظره تلویزیونی بود، مناظره تلویزیونی که از این مناظره تلویزیونی جناب رئیس جمهور افغانستان آرزو داشتن تا استفاده اعظمی کنن. این مناظره تلویزیونی واضح است در تلویزیون نامنهاد ملی برگزار شد. این تلویزیون ملی نیست، تلویزیون مردم افغانستان نیست، این تلویزیون دولتی است، ارگان نشراتی ریاست جمهوری افغانستان است. زمان ما از یک تلویزیون به عنوان تلویزیون ملی نام میبریم که نظریات مردم، آرزوهای مردم و خواسته های مردم انعکاس بده و صدا و سیمای مردم باشه. اما این تلویزیون دولتی نه صدای مردم است، نه سیمای مردم است و نه میتونه آرزومندی ها و اهداف مردم انعکاس بده. آقای غنی مانند یک پهلوانی که میدان پهلوانی را برده باشه، در وسط این سالون عقض موقع کرده بودن. تصادفا یکی از خانم های جوان که ما به ایشان افتخار میکنم با چنان جرأت و شهامت انتقادات خود را به صورت واضح متوجه غنی کرد که راستی ما برش آفرین نی که ما برش مدال قهرمانی میدم که چطور در برابر یک دکتاتور، یک انسان مستبد، یک آدم دگمتست، یک آدم که فقط آرزوهای خودش که یک خواب است او را میخواه او به حقیقت به پیونده یا جامعه عمل بپوشه، ای آدم چقدر خرد شد، چقدر خمیر شد و به چه ترتیب ای جواب ارائه کرد که ما بایسک افغان دی گوشه دنیا از خجالت
گفتیم مردم سراپای ما عرق گرفته بود. قبل از اینکه ما بیشتر تبصره کنم یا خدای نخواسته کدام اتهام وارد کنم برای رئیس جمهور و نشک از گب بخیزه، من اصل این ویدیو کلیپ خدمت شما تقدیم میکنم. پس از لحظات برمیگردیم، با ما باشید. از شما سی خواسته داشتن و ما فکر میکنیم که در برآورده ساختن سی خواسته شما در دوره اول ریاست جمهوریتان و هم بله ناکام بودین. متاسفانه اول خواسته اول مردم افغانستان صلح امنیت بود که شما تا اکنون که همه حاضر هستیم و میبینیم شما در تامین امنیت شهروندان ناکام بودین، که یکی از وظایف اساسی شما مطابق قانون اساسی افغانستان است. در پهلویش در قسمت فراهم ساختن نان بخورنمیر مردم افغانستان شما نتونستین که بخش اقتصادی شما فقط بر اجازه بدین که اولین بار است که بر ما جوانای افغانستان فرصت داده شده و اجازه بدین فقط دو مورد دیگرم بر شما اشاره بکنم. موضوع سوم کار است و اشتغال زایی است. در قسمت صلح امنیت که بحث اساسی و اولی امروزی ماست، من میخوام اشاره بکنم که ما هر روز شاهد کشتن و قتل جوانا و کودکای معصوم ما هستیم. چند روز قبل 14 کودک و جوان ما در هلمند کشته شد، کارمندای کمیسیون مستقل حقوق بشر کشته شد و این حادثه و این حوادث حتی در ارگ ریاست جمهوری در زیر زنخ ما صورت میگیره و ما قادر به مهار از اون نیستیم. مقصر کی است؟ شما هستین، مشاورین است که درست مشوره نمیتن، کابینه است که درست با صداقت کار نمیکنه. امروز مرد جوانای ما به خاطر امی بدامنی با کار و اشتغال دسترسی ندارن یا معتاد. تشکر، من کوشش میکنم که خلاصه امی را ارائه بکنم اگر شما اجازه بدین. مردم جوان فقط قسمت اشتغال امروز را ناامنی است. یک دلیلش به خاطر بیکاری و ناامنی است که جوانای ما یا به معتاد به مواد مخدر میشن یا هم به گروه های تروریستی و میپیوندن و یا هم مهاجر میشن، که وضعیت مهاجرین هم معلوم است. و امروز موضوع صلح است که اساسی ترین موضوع است که میخوام اشاره بکنم. ما تلاش میکنیم که صلح بیاریم در حالی که ما نتونستیم که صلح اجتماعی که در بین مردم افغانستان است تامین بسازیم. تشکر، سلامت باشید. سوال ما این است که جناب رئیس جمهور، شما با در نظر داشت امین عالم چالش هایی که ما مردم ما مواجه هست، ما چگونه میتونیم صلح را تامین بکنیم در حالی که فقط 4 زن نماینده افغانستان است در هیئت مذاکره کننده که نقش نمادین دارن و حتی در هیچ جلسات نیست و جوان ها هیچ حضور ندارن؟ تشکر. ممنون. نباشه که جبین که باز نگوین که جرأت عزیز نداشت که روبرو به طرفتان ببینه. ام چوکی رو ببینه، استاد نشین اینجا چوکی هسته. ام چوکی رو میره بانیم بباشی خواهر ما برتان میاوردم خوب بباشی. خواهش میگم. ما اول از احساساتتان تشکر میکنم. جوانی که احساسات نداشته باشه جوان نیست. یا قصه اکثرم میماری با چیزایتون میگیم. نقطه اول قضاوت شما و قضاوت تاریخ امید از دو چیز مختلف باشه. امید از یک روز کار مرا خودت و نسلت انجام بدی. باز ببینین که اقه کمر دارین، اقه شانه دارین که بارها را تحمل کنین و آنه کشین و هر روز به طرف آبادی فکر کنین یا یکی شما تسلیم خواهد شد. هم چند تایتان درس اساسی میخوانین در پانتونایتان، چند تایتان چانس دوم میگیرین، چند تایتان اداره چانس سوم و چهارم میخواین. طرف نسل خودم ببینین، چند تایتان چیزی را که میخوانین و در افغانستان میخورین، چند تایتان شما نسلتان اول گپ میزنین باز تحلیل میکنین. بیاین خواهر محترم که اگر رابطه دو جانبه داشته باشیم، امریکا 145,000 عسکر خود کشید. روزی که من رئیس جمهور شدم کلتان اکثریت مبصرین پیشبینیتان این نبود که در 6 ماه خدا اینا که در کل چیز سقوط میکنه. سقوط کرد. بارها سال گذشته نگفتین که حکومت های موقت می انتخابات نمیشه، نقاط دیگه میشه. وقتی کرونا آمد گفتین گشنگی میه.
به سقوط میریم. ضرورت عزیز که دو چیز تفکیک کنیم. یکی که آینده آرزوهای آینده ما چیست؟ ما 40 سال زجر کشیدیم. اگه فولاد می بود آب می شود. ما به این ملت همیشه سر احترام خم می کنم که ارادش، نیتش و قوتش به حد و به حساب. دوم، مشکلات جدی داریم که باید سرش بس کنیم، مثل که امروز بس می کنیم. جدی ترین مشکل ما چیست خواهر گرامی؟ آنی فکر می کنیم، آنی قضاوت می کنیم، باورمندی خود از دست داد. ما از نسل استم که سر افغانستان باورمند بود. نسلای نو بدبختانه نسلای بوران است. اما عین حال شما زیادترین فرصت تأثیر دارین که بزرگترین نسل تاریخ معاصر افغانستان شد. از این جهت بین که عادلانه قضاوت کن. مشکلات چطور رفع کرده میتونه؟ نسل جوان خود ببینه. اما بدبختانه فساد نسل شما کم نیست. باز مردم مجبور میکنین که سرکفن کش قدیم شکر کنن. ما قربانی کردم خودم از خاطر نسل شما. کسایی را که سر انتقاد داری آیا از نسل خودتان نامدن؟ موفقیت هایی رو ببینید. بین یک کسی که وسیله میشه تا تغییر نسلی بیایه، تغییر جنسی بیایه، آیا زنهای افغانستان داشی هستن یا دمدن؟ آواز خود داری؟ نیم معلوم دار. اما با مقایسه چیزی که 6 سال پیش بود، شما فکر میکنید که افغانستان در یک روز ناروی میشه؟ بیاین به یک بحث آزاد. برای آوردن هر زن در افغانستان ما چقدر اقدام کردیم؟ سر حقوق بنیادی زنها اتکا. اما این سجام باقی است دست خودتان است. دو چیز با هم به موفق نشدیم سر آرزوهایی که داریم. اما ناکامیه که موجب بربادی ما شما فضل خدا تا بال رخ نداد. از این جهت در این مرحله تاریخ خواهش ما چیست؟ واقعا بگ اتحاد بین، بگ اتفاق بین، چون شرایط ماحول تغییر کرده. وقتی که ماحول تغییر میکنه باید تمام انرژی ملی بسیط شوه، هدفمند شوه. به این طریقه میتونیم انشالله و در قسمت کار و اینا در قسمت بعدی صحبت کنیم. دوستان ارجمند، اظهارات جناب رئیس جمهور افغانستان شنیدین. من زیاد تبصره نمی کنم برای اینکه خدا نخواسته نشه که از گپ گپ بخیزه، اما سوالات این خانم مانند سوالات یک وجدان بیدار بود، مانند یک آینه که نه چاپلوسی کرد، مانند نطاق که لحظه او را دعوت به خاموشی میکرد و نه تأخیر. اما جواب چی بود؟ جواب رئیس جمهور فرار از واقعیت و پناه بردن به وادی تحقیر، نگاه فرعون به رعیتش از بالا به پایین، مشابه همان پاسخی که استاد نماهای بی سواد پوانتون های افغانستان به محصلین با سواد و جستجوگر خود می دهند. به همین دلیل است که بار آقای غنی از یک مناظره تلویزیونی فرار کردن و این خاصیت دکتاتور است، چون جواب ندارن بنان فرار برقرار ترجیح میتن و خودشان را پشت سر سخنگویان چاپلوس پنهان میکنند. قضاوت با شماست. باز هم یک ویدیو کلیپ دیگه داریم در رابطه با می گزارش که با هم میبینیم تا دقایق دیگر. چانس سیوم و چهارم هم میخوایی طرف نسل خودم ببینی. بدبختانه فساد نسل شما کم نیست. باز مردم مجبور میکنین که سرکفن کش قدیم شکر کنن. فریح ایثار از شرکت کنندگان این مناظره که بخشی از گفته های رئیس جمهور در پاسخ به پرسش های او انتقاد برانگیز شدند. او در صفحه تویترش نوشته است که رئیس جمهور به جای پاسخ به پرسش هایش به جوانان توهین کرده است.
در جریان صحبت های ما گفته می شد که دیگر نگذارینش که مثلا صحبت بکنه یا بس است یا به هر دلیله، یا ای که نوبت در دیگر برسه، یا ای که ما دارم مثلا حقیقت هایی را میگم که به نظر کسی باید به تعداد باید گفته نمی شد. ما فکر میکنم که به هر دلیلی یعنی خودش سانسور نشان میده. در همین حال آرش شهیرپور، یکی دیگر از شرکت کنندگان در این مناظره، در صفحه فیسبوکش از سانسور پرسش هایش از سوی برگزار کنندگان این مناظره انتقاد کرده است. این رقم تعمیم بخشیدن به یک نسل از کشور که نسل رنج و خون و بدبختی بوده که عاملش امی بزرگ سالا بودن بسیار غیر منصفان است و امیدوار هستم که آقای رئیس جمهور به زودترین فرصت صحبتهای خود اصلاح کنند. پس از پایان این مناظره بخشی از این گفته های رئیس جمهور با دیدگاه های گوناگون کاربران در صفحه های اجتماعی دست به دست شدند. شانه خالی کردن رئیس جمهور از مسئولیت هاست که بر جوان ها فراهم نکرده، امکاناتی مثلا درسی، امکاناتی مالی، دسترسی به تکنولوژی را. رئیس جمهور ما حداقل به این فکر کنه که یک راه کار چاره برای جوانان ما بیافرینه، نه اینکه بیاین کارهای نکرده خودشان با لاپوشانی با حرفایی که میزنن بر علیه جوانان رو لاپوشانی کنن. اما ریاست جمهوری ادعاهای سانسور در این مناظره رئیس جمهور را رد میکند و میگوید که رئیس جمهور زمینه را برای جوانان فراهم کرده است تا در تصمیم گیری های بزرگ سهم بگیرند. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که نیمی از کابینه حکومت را جوانان ساختند. آقای رئیس جمهور افغانستان ادعا میکنند که ایشان جامعه شناسی خواندند. فکر میکنم با آسان‌ترین و ساده‌ترین مضمون و از آنجایی که در کشورهای غربی هر کس خودش سوانه خوده برشته تحریر در میاره، بنان به تعقیبش نوشتن که دکترا در چیز و نیفم در اقتصاد داده، 5 کتاب اسلامی نوشته کردن و نیفم در یونیورسیتی لاهور 3 سال اسلام خواندن و ای کردن و ای کردن، ای ببو که دکترای صادق فطرت ناشناس میمان. ناشناس گفتن در کدام رشته دکترا گرفتی؟ گفت والا در یک از سرزمینای آسیای مرکزی. وقت بالاخره رشته شما چیست؟ گفت رشته ما خوشحال خان است. یعنی یک آدمی که در خانواده پشتون تولد شده، زبان پدر و مادرش هم پشتون است، با افتخار میکنه که ما در رشته خوشحال خان رفتیم، دکترا گرفتیم. باز هم از گپ میخیزه، از گپ میخیزه. تصادفاً من خودم حضور داشتم که ساعت 2 شب شهید سردار محمد داوودخان به یکی از وزرای خود زنگ زد و گفت که شما آقای پژواک خواهش کنین که از هندوستان در یک سیمیناری که به خاطر خوشحال خان در پاکستان در شهر لاهور برگزار میشه به نمایندگی از افغانستان شرکت کنه. امی آقای ناشناسه که امروز مثلا صحبت های عجیب غریب در مورد احمد ظاهر میکنن، صحبت های عجیب غریب در مورد در بسا موارد دیگه میکنن. امروز دیگه مخصوصا کسایی که یک مخالفت با یک از اقوام خاص افغانستان دارن، یه آدم سر بام بالا کردن و از دانش هر چیزی را میکشن. در حالی که آدم از اول یک آدم تقریبا مریض بود و سراپا اخده. خب فرداش فکر میکنم با وزیر اطلاعات و فرهنگ، وزیر اطلاعات و کلتور وقت مرحوم دکتر صاحب نوین برشان هدایت داده شد که شما ناشناس پیدا کنین. یه آدم رئیس هیئت افغانستان است در کنفرانس خوشحال خان به لاهور، اصلا عضو هیئت، معذرت میخوام، عضو هیئت افغانیست در کنفرانس خوشحال خان و ریاست هیئت مرحوم عبدالرحمن خان پژواک به عهده داره. آقای پژواک رئیس بود و آقای ناشناس بایسته عضوش، و دلیلی که ناشناس اینا انتخاب کرده بودن برای از اینکه یه دعا میکرد که مدرشته خوشحال خان درس خوانده. همی آقای ناشناس حاضر نشد که در این سیمینار یا در این کنفرانس بین‌المللی شرکت کنه و همی ناشناس 8 ماه بعد در غازی استیدیوم به وقت نور محمد ترکی برای 20,000 نفر رفت کنسرت داد، کسی که حتی تا قبل از ایر به نام ناشناس میشناختن چون روش کس نیده بودن. اینا را آقای غنی هم رفتن میگن ما جامعه شناسی خواندیم. جامعه شناسی چه به دردتان میخوره که شما او را عملی نکنین، از او استفاده کنین.
شما خو امروز والا بایست یک اقتصاددان کس شما را بشناسه، والا بایست یک سیاستدان شما را کس بشناسه. شما یک سیاست چیستین؟ شما یک سیاست چیستین که فقط به خاطر منافعتان استفاده ابزاری میکنین؟ صحبت را که شما با این دختر خانم کردین واقعا جای خجالت و سرفکندگی بود. از یک طرف تو نیمه از سربازان و قوای امنیتی افغانستان و سایر کادرهای ورزیده افغانستان در سن 65 سالگی به تقاعد سوق میتی، از یک طرف ادعا میکنی که نیمه کابینه افغانستان از جوان هاست. درست است جوان ها هست، اما جوان باید استپ با استپ یا قدم به قدم برای یک چوکی یک مقام بگیره. اما تو اینا را در گفتی مردم رای 100 ساله را در یک شو سرشان گفتی مردم پیمودی. و حالا باز در قسمت دیگه با صحبتت میگه که ما این جوان ها چیز نمیفهمن و شما چی میکنین و شما این مملکت خراب کردین و شما ناکام میمانین و شما آینده ندارین. از یک طرف میگه که آینده افغانستان به نسل جوان تعلق داره، از طرف دیگه با نسل جوان چنین برخورده واقعا خجالت آور میکنی. آقای غنی خود را سیاستمدار و مدیر موفق در امور کشوری میدانند، خودشون میدانند این همه بدبختی را یا نمیبینند و یا میبینند ولی دم نمیزنند. در کابل در روز روشن آبران را غارت میکنند، اما هیچ اداره نیست که مسئولیت تامین جان و مال مردم را به عهده بگیرد. آیا کسی از خود پرسیده که این همه دزدی و غارتگری از کجا و از چه ناشی می شود؟ بدون تردید بخش قابل توجه از این دزدان به دلیل فقر و بیکاری دست به چنین اعمال می زنند، چیزی را که این دختر خانم قبلا به رئیس جمهور گوشزد کرد. اگر طی سالهای گذشته همان گونه که غنی در انتخابات قبلی وعده کرده بود می توانست بخش از موزل بیکاری را حل کند، حالا لازم نبود که مردم نگران موبایل و بکس جیبیشان باشند. مخصوصا با شیوع مرض کرونا ماهیت و خاصیت اصلی غنی و همکارانش برملا گردید. پولهای به اصطلاح بادآورده که تخصیص داده شده بود برای جلوگیری و مهار ویروس کرونا، امروز اینا در حدود 2 میلیون دلارشان مصرف نکردند. این پول ها چی شد؟ ولی کابل واضح میگه که ما در حدود یک رقم گفت که شاید 1.5 میلیون هم دلار نشه، یک رقم بسیار پایین گفت ما دریافت کردیم. اما این پول چی شد؟ ما میخواهیم بفهمیم این پول در کجا میره. به می دلیل شما خسروپوریتان یا یکی از اقوام خانمتان بیس رئیس در افغانستان بانک مقرر کردین تا این پولا رو پس انتقال بتن به کشورهای خارجی؟ وقتی دزدی در چنین سطح نازل قرار می گیرد مشخص است که عامل آن ثروت اندوزی و صاحب مکنت و جلال شدن نیست، بل عده در اعتراض به وضعیت موجود این راه را برای ارتزاق خود و خانواده هایشان برگزیده اند. مثلا من افغانستان دزدهای کلان هم دارد، آنانی که طی 18 سال گذشته کمک های جامعه جهانی را حیف میل کردند. به چنین افراد در فرهنگ سیاسی و حکومتداری افغانستان دزد گفته نمی شود و هیچ قانونی هم در پی دستگیری و مجازاتشان نیست. این افراد که در موقعیت های کلیدی کشور کار میکنند به سادگی مشغول چور چپاول دارایی های عامه و کمک های جهانی به مردم افغانستانند. در واقع دزدهای اصلی این افراد هستند که با چور و چپاول خود فضای فیلی را رقم زدن. فردی که تلفن یا موبایل میدزدد در واقع قربانی بی عدالتی چنین افرادی شده است که نگذاشتن او صاحب کسب و کار شود. حالا این امکان آن است که با شرط و شروط گذاشتن جلو چنین دزدهای بزرگ گرفته شود. در 18 سال گذشته جامعه جهانی همواره از کمک های مشروط به افغانستان سخن گفت، حتی یک بار برای اینکه کمک ها مورد سوء استفاده واقع نشود کمیته ساخته شد که از مصرف کمک ها نظارت کند.
اما باز هم جلوی فساد و غارت پولها گرفته نشد. چرا؟ چون در افغانستان حکومت ساخته نشد که پاسخگو و مسئول باشد. حکومت هایی که در 18 سال گذشته ایجاد شدند، حکومت های دزد و غیر مسئول بودند که در محور چپاول کمک های جهانی را آنها حیف و میل کردند و در محور چپاول کمک های جهانی شکل گرفت. امروز هم اگر در افغانستان حکومت مسئول و پاسخگو به میان نیاید، کمک های فعلی نیز به سرنوشت کمک های قبلی دچار خواهد شد. آقای سابکو، سرمفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در امور افغانستان، قبل از همه چیز باید به کانگرس امریکا از وضعیت حکومتداری افغانستان که اتفاقا به کمک آن کشور به وجود آمده گزارش میداد. جامعه جهانی نخست باید حکومت هایی را که در افغانستان ایجاد و حمایت کردند مورد بازنگری قرار دهند و بعد در مورد کمک های مالیشان نگران باشد. این حکومت ها تا زمانی که بر سر قدرتند راه دزدی از دارایی های عامه را با تمام شرط و شروطی که وضع شود پیدا می کنند. آقای غنی می گفت دموکراسی و مخصوصا جمهوریت خط سرخ ما نیست. اول می گفت است، بعدا گفت نیست، اما ما میگیم نیست، چون خط سرخ مردم نجات خود است و نه ارزش های مثل دموکراسی و جمهوریت. آیا چون این وضعیت هیچ عامل و طراحی نداشته است؟ آیا ارگ نشینان واقعا آنگونه که میگویند برای ارزش های چون جمهوریت و دموکراسی کار کردند یا هدف برنامهشان نابودی و محو کردن این ارزش ها بوده است؟ وقتی به وضعیت کشور نگاه شود چنین به نظر می رسد که این وضعیت در پی یک دسیسه کلان سیاسی به وجود آمده است. این دسیسه را افرادگرایان مذهبی و طالبان اجرایی نکردند، بل عامل اصلی آن ارگ و شخص آقای غنی بوده است، کسی که امروز هم می خواهد در نتیجه تقلب، انتخابات سراپا تقلب و تخلف که خودش مهندسی کرده بود، همچنان در ارگ باقی بماند. اما فکر میکنم برای آقای غنی نسخه دیگر آماده کرده ام که تا چند ماه دیگر این نسخه عملی خواهد شد. آقای غنی فکر میکند که اگر بار دیگر برای چند سال دیگر در سکوی قدرت باقی بماند، 5 سال بعد 2 میلیون تن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شرکت خواهد کرد. بدون شک آن زمان سطح اشتراک مردم در انتخابات به نصف تعداد سال روان هم نخواهد رسید جناب آقای غنی، چون دیگر مردم اطمینان یافتند که رأی آنها هیچ چیزی را تعیین نمی کند. در افغانستان می گویند، یا یک مقوله است در افغانستان، می گویند که آدم سیر دزدی نمی کند چون جیبش پر شده. و این مثال ما مطمئن نیستم نسبت میتن به مرحوم شاه سابق که بار شخصی از ظاهرشاه پرسیده بود این چی حال است، یک نفر مفسد را از یک پست برکنار و به مقام دیگر تعیین میکنید، چی میشود آدم های پاک نفس و کارکن را به وظایف بگمارید؟ گفته میشه که یا ادعا میشه که جناب پادشاه سابق افغانستان این گپ را گفته بود یا نگفته بود، اما گفته افرادی که تغییر و تبدیل می کنم آنها شکمشان سیر شده و جیبشان پر، اگر اشخاص نو را به این پست بگمارم تا سیر شود وقت زیادی را گرفته و خون ملت را می جوشد. باز همین قصه تکرار و فساد زیاد می شود. همین افراد سیر شدند و دیگر دزدی نمی کنند. به این ترتیب جناب آقای اشرف غنی که مخالف سرسخت رژیم های سابق مخصوصا اعلیحضرت محمد ظاهرشاه و شهید سردار محمد داود خان است، با وجودی که از پلان ها و از پروژه ها و طرحهایش یاد میکنه و اونا را عملی میکنه و بار دوم و سوم حتی پروژه هایی را که خود داود خان افتتاح کرده بعدن میرن بازور هم افتتاح میکنن، این دروغ نیست. شما تا امروز بسیاری پروژه هایی که قبلا افتتاح شده، حتی خود غنی رفته یک پروژه را افتتاح کرده، دایرات یک پروژه بود، دفعه دوم رفته بازور افتتاح کرده.
یعنی به این اندازه در چشم مردم شما خاک انداختن. شما به این مقرری های آخر آقای غنی توجه کنین که به اون مقوله قبلا خدمت شما عرض کردم همخوانی و همگونی خاص داره. تعیین شخصیت های تکراری، فاسد، غاصب، ضعیف نفس و ناتوان در آغاز کار حکومت گویای این مدعا است. موارد زیادی از این تقراری ها در حکومت هماکنون دیده می شود که به گناهی نمونه چند نفر ذکر می شود. تقرر محمود کرزی من حیث سرپرست وزارت اراضی و شهرسازی، گماشتن حنیف اتمر من حیث سرپرست وزارت امور خارجه و چند تنی دیگر به شمول یک خانم که او خانم گفته مویسترهای معروف است که خانم نیست به فساد اداری آغشته باشه، اما یک خانم است که حتی زبانهای ملی یا زبانهای مادری خوده که فارسی و پشتوس بلد نیست. این خانم به حیث وزیر معارف مقرر شده، یعنی وزارت سواد، در حالی که خودشان به زبانهای پشتو و دری چی که به هیچ زبان دیگه جز کم انگلیسی بلدیت ندارن. مخصوصا بعضی از وزرا و مقرری های اخیر آقای غنی شامل افراد و اشخاص است که دوسیه های خیانت، جنایت و فساد آنها مانند نور خورشید معلوم دار است. اگر تقرری های آینده همچنین باشد، امیدها را از خدمت کابینه بعدی باید قطع کرد. گفته می شود آقای عبدالله هم به می شکل آن افراد و اشخاص که قبلا مورد آزمایش قرار گرفتن و به ده ها میلیون دلار از پول مردم افغانستان، از بیت المال به تاراج و به چپاول بردن، اینا را می خواهش جز افراد بسازه که در کابینه آینده با ایشان همکار باشه. فرق نمی کنه دزد عبدالله و دزد غنی، فرق نمی کنه. همچنانه که ما شما در کابل بانک دیدیم، باری من سوال کردم چطور امکان داره که برادر حامد کرزی، محمود کرزی، با برادر قسیم فهیم اینا یک جای کابل بانک تاراج کنن، چپاول کنن. من یک دوستم گفت او برادر، این مسئله پول است. مسئله پول که باشه در اینجا نه مسئله قوم مطرح است، نه مسئله زبان مطرح است، نه مسائل دیگه مطرح است، نه تا مذهب مطرح است. دوزی خودم میکنن چور چالان. آوردن اسناد و بس روی موارد فساد و کمکاری افراد نامبرده بس را طولانی میکند. افراد نامبرده و یک تعداد دیگه هم که من نظر به ملحوظات نمیتونم اکثر نامها را بگیرم، چون ما روابط داریم با یک دیگه و باعث اگر افغان آدم خجالت میکشه که به چهره خواهر از او چطور ببینه، به چهره مادر او چطور ببینه، به چهره خانوادهش چطور ببینه. اما امروز در افغانستان فضل خدا چهره های فاسد همه مثل آفتاب نمایان هستند. اگر ما نام بگیریم یا نگیریم همه میفهمن که کی ها هستند. بهتر است حول فساد و غصب یکی از این افراد مورد بحث قرار بگیرد که خانواده آن در بسیاری از قانون شکنی ها و دزدی های میلیونی افغانستان پس از سال 2001 دخیل قضایا بوده است. مشخصا روی تعیین برادر حامد کرزی، محمود کرزی، من حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت اراضی و شهرسازی صحبت می شود. بیشتر به این مقوله می خواند چند نمونه فساد، اختلاس و غصب زمین های دولتی خانواده کرزی در این مطلب تشریح می شود. ببینین برنامه از گپ گپ می خیزه از کجا شروع شد و به کجا رسید. این سخنان را به این دلیل خدمت شما عرض می دارم تا اذهانتان همیشه گفته مردم جلادار باشه، مزین باشه به اخبار و گزارش های کاملا بس نخورده و دست اول که در آینده خدای نخواستن نشه که بازی را به عنوان ادعا مطرح کنن. این همه حقیقت داره و بر عزیز که موضوع باید واضح تر شود. قضایای زیادی از فساد، رشوه، کمکاری، غصب، دزدی، قاچاق و حمایت از مجرمان سازمانی و غیر سازمانی بر حکومت حامد کرزی بیشتر صورت گرفته که
شاید گفتن همه آن این بحث را به درازا بکشد و بیننده را به اصطلاح گیج کند. نیاز است تا کتاب ها و تحقیقات گسترده روی این موضوع و سایر موضوعات صورت بگیرد. منتها شمعی از این جنایت ها، خیانت ها، فساد، باجگیری، قاچاق، زورگویی و انتقال پول به بیرون در این مطلب شرح می شود. حامد کرزی در شرایط نهایت بحرانی زمام امور افغانستان را به دست گرفت. سال 2001 آغاز کار آن من حیث مسئول درجه یک افغانستان محسوب می شود. قبل از این سال سرمایه خانواده کرزی کمتر از 100 هزار دلار آمریکایی بود. او خودش به خاطر به دست آوردن پول پیش از آن گاهی وقتها در پاکستان ترجمانی میکرد و برادرانش در امریکا مصروف هتلداری و کارهای کوچک آزاد بودند. نظر به اسناد موجود و تحقیقات انجام شده، قبل از این سال تمام سرمایه خانواده کرزی، هر سه برادر حامد کرزی، قیوم کرزی و محمود کرزی به یک رستوران کوچک در بالتیمور امریکا، جایدادهای پدریشان در کندهار و کمتر از 50 هزار دلار پول نقد خلاصه می شد. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، وقتی که ما از فامیل کرزی نام می بریم به این معنا نیست که خدای نخواسته تمام اعضای شریف خانواده کرزی ما ملامت کنیم یا اونا را خدای نخواسته توهین و تحقیر کنیم. همچنان که من در مورد خانواده آقای غنی صحبت می کنم، تنها شامل حال شخص اشرف غنی می شه، شامل حال پسر کاکایش اجمل غنی می شه و شامل حال برادرش حشمت غنی می شه. بر از اینکه یک شخصیت مدبر، یک سیاستمدار ورزیده و شخص صادق مملکت، جناب دکتر قیوم کوچی هم کاکای اشرف غنی است. اما تفاوت شخصیت، تفاوت برداشت از واقعیت ها و تفاوت های زیاد بین دو بندازه تفاوت زمین و آسمان است. رسانه های مختلف غربی، نهادهای تحقیقاتی داخلی و خارجی و کتاب های چاپ شده روی زندگی و سرمایه خانواده کرزی نشان می دهد. وقتی او در آخر عمر حکومتش در سال 2013 قرار داشت، سرمایهش افزایش بی پیشینه پیدا کرد و میلیاردها دلار به آن افزود شده بود. به اساس همین تحقیقات، در جریان 13 سال حکومتداری کرزی، سرمایه این خانواده به 10 تا 13 میلیارد دلار افزایش یافته است. هیچ هموطن نباید شک کند که این مقدار پول از راه مشروع و تجارت قانونی به دست آمده نمیتواند. اینکه به نمونه فساد محمود کرزی، برادر حامد کرزی پرداخته می شود که به تازگی از سوی رهبری نظام فاسد فعلی من حیث سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی تعیین و معرفی شده، برمیگردد به قضیه سقوط کابل بانک. فساد در کابل بانک و سقوط آن وابستگی مستقیم به حکومت کرزی و به خصوص برادرش محمود کرزی داشت. او یکی از سهمداران بزرگ کابل بانک بود، هرچند پشت قضیه سقوط کابل بانک موضوعات سیاسی و رقابت‌های ناسالم هم بود، لیکن افراد درجه یک سهمدار و مسئولان حکومت به صورت مستقیم در سقوط آن نقش داشتند که خانواده کرزی در آن دخیل بود. افراد شریک بزرگ کابل بانک در نتیجه دسیسه و کارهای غیر قانونی 900 میلیون دلار از سرمایه ملت را از این بانک به بیرون از کشور انتقال داده و سرمایه گذاری کردند. این پولها را به 12 کشور خارجی، بیشترین آن به کشور امارات متحده عرب، شهر دبی انتقال داده و سرمایه گذاری نمودند. این کار توسط 4 نفر از سهمداران کابل بانک که یکی آن محمود کرزی بود از طریق شرکت هوایی پامیر صورت گرفت. شرکت هوایی پامیر شرکتی بود که مالکش هم، یک از مالکینش هم همین محمود کرزی بود و برادر فهیم و چند مامور، چند مقام دیگه حکومت افغانستان که بالاخره در اثر بی‌توجهی این تیاره سقوط کرد و ایده از هموطنان ما جام شهادت نوشیدند و تا امروز که امروز است نتیجه تحقیقات آن طبق معمول معلوم نیست.
بسته های پول در مجمع های غذایی مسافران انتقال و در دبی در بازار مسکن سرمایه گذاری شد. یعنی در بین دیگه که غذای تیاره انتقال میدادن اینا پول انداختن و به عنوانی که ما غذای تیاره انتقال میتیم، این دیگ ها یا این سینی ها مملو از بسته های دلار بود. پس از مدتی بزودی بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی با رکود مواجه شد و سرمایه های مردم نابود گردید. در ضمن میلیون ها دلار از پول های این بانک در کمپاین انتخاباتی حامد کرزی در سال 2002 بدون حساب و کتابی مصرف شد. تقریبا 1 میلیون دلار به طور تحفه در اختیار آقای اتمر قرار گرفت و مقدار از این پول هم به جیب آقای زاخلوال که در آن وقت وزیر مالیه بود انداخته شد. نظر به گزارش های نشر شده حدود 20 میلیون دلار سرمایه کابل بانک در کمپاین انتخابات کرزی در سال 2009 به مصرف رسیده، ولی هیچ وقت این پول دوباره به بانک پرداخت نشده تا سرانجام خلیل الله فیروزی بعد از به زندان رفتن و سقوط کابل بانک لب به سخن گشود و از این راز که یک راز پنهانی بود پرده برداشت. از سوی دیگر گزارش دیگر نیز پیرامون همین موضوع از رسانه های معتبر غربی نشر شد که قبل از سال 2010 بیش از 5 میلیارد دلار از طریق کابل بانک به خارج انتقال داده شده. از این مقدار پول 900 میلیون آن توسط 3 نفر اصلی سهمداران کابل بانک عبارت از محمود کرزی، حسین فهیم و خلیل الله فیروزی می باشد به 12 کشور خارجی انتقال داده شده و نظر به اسناد موجود این پول ها مشکوک می باشد. برخی از منابع به این باورند که حکومت کرزی بیش از 100 میلیون دلار را از مسئولان اجرایی کابل بانک رشوه گرفتند. مسئولان این بانک با مهارت خاصی با پرداخت این رشوه توانستند مزایده موفقانه اجرا و پرداخت معاشات ماهوار کارکنان دولت را که ماهانه به حدود 75 میلیون دلار می رسید به دست آوردند. بیشتر این رشوه ها از سوی خلیل الله فیروزی معاون عمومی کابل بانک در آن وقت صورت گرفته است. بخشی از این پول به عمر داودزی رئیس دفتر حامد کرزی و حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی آن وقت هم طور که قبلا گفتم پرداخت شده است. از سوی دیگر غصب زمین موضوع دیگر از فساد در حکومت کرزی است و بارها گزارش های آن نشر شده و به دسترس هموطنان قرار گرفته است. منتها در مورد دخیل بودن خانواده کرزی به خصوص محمود کرزی کمتر گزارش نشر و پخش شده است. نظر به آمار موجود در 13 سال حکومت کرزی بیشتر از 1,250,000 جریب زمین در سراسر کشور غصب شده که بخش اعظم آن از سوی زورمندان و اعضای کابینه کرزی، فرماندهان و رهبران جهادی، اعضای خانواده آقای کرزی به شمول قیوم کرزی و معاونانش صورت گرفته است. ارزش مجموعی این ساحه زمین به 3 میلیارد دلار می رسد. نظر به اسناد موجود بیش از 20,000 جریب زمین دولتی مربوط به وزارت دفاع ملی بر ولایت کندهار از سوی برادران کرزی غصب شده است. بالای این زمین ها شهرک به نام عین امینه ساخته شده و غیر قانونی بالای مردم به فروش رسیده. نمره های توزیع شده در این شهر به 13,000 می رسد. این مطالب تنها بخش کوچک از خیانت ها و جنایت های حکومت کرزی بود. در آینده مطالب زیاده روی این موضوع خواهیم داشت و برای به دست آوردن معلومات در مورد استفاده جویی و تاراج و چپاول بیت المال و همچنان غارت پولهای کمکهای خارجی شما میتونید به اسناد مراجعه کنین در روزنامه اطلاعات روز. این اسناد کاملا اسناد دست نخورده و دست اول است. برای اینکه در یک برنامه تلویزیونی مشکل است شما سر خیانت 10 نفر صحبت کنین، شاید ساعت ها وقت در بر بگیره، ماه ها در وقت در بر بگیره، اما من وقتاً فوقتاً بعضی از این افراد و اشخاص برای شما گفتیم مردم خاصیتشان و ماهیت اصلیشان افشا میکنم. میریم به سراغ تلفن های شما. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید.
جناب محترم مسکینی هستم. سلام صاحب، چطور هستی؟ صحت شما خوب است؟ شما تقدیم میکنم. زنده باشین. تشکر. مهربان هستین. آموزنده و بسیار پر معلومات بود برنامه تان. بسیار خوش شدم که شنیدم. زنده باشین. تشکر. فقط کوتا یک تبصره بسیار کوچک سر آقای غنی که مدورت شما تشریح کردین. ای آدم من میفهمم که از کدام لحاظ جنریسن دوم دنیا است. این از غرب کاپی میکنه، ولی شرایط غرب در افغانستان ای آدم نمیتانه که تشخیص بکنه. مثلا جوانار میاره گفته شما و جوانایی که در غرب اینا میارن، جوانا را ما با امی لیبرال پارتی کانادا همیشه در همکاری هستم. من میبینم جوانای اینا میارن، ولی او جوانا را اینا انقدر تربیت میکنن جناب مسکینی آرتت که وقت با وزارت یا ریاست صدارت برسن یا وزارت برسن بسیار بخوبی میتانن از عوده زو براین. آقای غنی میره از با فرمایش یک کسی یک جوان میاره که اون تجربه داره. نه درست است، دانش شاید داشته باشه، اما در پالی دانش تجربه بسیار ضرور است. و این آدم این چیزی را مطابق علم مطابق شرایط نمیخواه یا بکنه یا نمیفهمه دیگه، آدم مطلق حکم بکنه. از این قدر کاکایشان گفته شما که قبلا کاکایش آدم با تجربه است، با دفتر سه پوچه هیچ قابل مقایسه نیست. اگر دفتر سه پوچه بجای زیبی بود شاید بسیار کارهای خوب انجام بده. این خواهر که همونتو که شما گفتین یک قهرمان بود و از درد دل ما و کل ملت برزی گپ زد و صحبت کرد و سوال کرد، ولی بسیار طفره رفت. نه تنها طفره رفت، این همه جوانای افغانستان جوانای آینده افغانستان به دست امی جوانات. ما خواهد از امی طبقه ما و از ما بالاتر بسیار مایوس نشدیم، ولی اما کمیم که چیزی از دستشان نمیشه. امی جوانات که شاید افغانستان به طرف خوب سوق بدن. داخلی پیشنهاد ما بازی است که تا زمانی که مسکینیار سای محترم هم پذیر نشویم و رهبری درست نداشته باشیم که سرش کار میکنیم، باید مشترک کار کنیم، هم پذیر باشیم. مسائل قومی، زبانی، سمتی، حزبی همه مسائل کنار بگذاریم و با هم متحدانه با یک رهبری را باید به وجود بیاوریم که چطور میتانه با ملت، چطور میتانه با همسایه ها، چطور میتانه با جهان معامله بکنه و چطور میتانه افغانستان رهبری بکنه. اگر این مسئله که کل مردم میگه ولی بدست امریکاست، جناب مسکینیار صاحب، پاکستان هم بدست امریکاست، ایران هم بدست امریکاست. آیا شما ببینید که این پاکستانی ها را که افغانای ما میکوبن و چی توهینایی که نمیکنن، ولی من میگم اگر یک رهبر ما به اندازه یک رهبر پاکستانی یا ایرانی توانایی رهبری رو میداشت، ما این حالا نمیداشتیم. اونا هم غلام هستن، ولی ببینین که زمون غلامی چی استفاده اینه که نمیکنن. وقت تان زیاد نمیدونی. تشکر بسن، زنده باشن. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمین. سلام علیکم. بر شما سلام احترام تقدیم میکنم. شکر شما رو صد سلامت میبینم. قدرت و چوکی اما آدم عاجز هم سه بلا میگه، بلا میسازه. آب خدا راست میگن امی هیچ خدا با شما را دور داشته باشه. استاد و دانشمند و دکترا و پروفیسر و هر کدام در امریکا که ما یه را نزدیک دیدیم و شما همشان اتیم که آدم های علیم و عادی مردم بودن. بله بله عادی بسیار میگفتیم وقتی در چوکی که میرسن واضح دیگه فقط فکر میکنه که این مستم. مثال معروف است که میگن مست نشان، مست قدرت، مست چوب. حال شما همی ترامپ رو میبینین در مقابل جورنالست ها چیه؟ بسیار بسیار این هم اشرف بسیار تفاوت کم است بین اشرف غنی و ترامپ. به خدا دور باییم برتا، یعنی شما که نور بخواهی کنین. دیگه این که مسکنیار سب یک چیز شما خود تبصره کردین در راجع به فساد. تا حال در کدام وقتی دیدین که امی اشخاص افراد را که خارجی ها به کرسی برسانه، ملل متحد یا یک منبع با
به محکمه برده باشه و اینا را به محکمه کنه و ازشان سوال کنه که عمق چور و چپ عالمی مسئله کابل بانک گرم بود چی شد؟ این امیره میخواه تشریح کنه که اصلا که قدرته که ببره همین مردم های دوستشان داره یا نه؟ تشکر از لطف زنده باشن. تشکر. امریکا در طول تاریخ چندین باری کار کرده، ما شما دیدیم که در نیکاراگوا همی کار کرد، در دو سه مملکت دیگه همی کار کرده که اینا نوریگر مثلا بردن یا شاه ایران بیچاره را در مدت ها در تیارش دعوامان در فضامان نمیخواستن که پانی شوند، یا در ترور از بین بردن تعداد زیادی از رهبرهای دنیا. امریکا اگر منافعشان ایجاب کنن هر کار میتونن بکنن و این کار میتونن بکنن، مخصوصا در قسمت کابل بانک یا وزارت مالیه. اکثر پول که اکثر کمک‌های خارجی که آمده به وزارت مالیه رفته، امریکا هیچ حساب نمیگیره. یک دلایلی چیز که خود امریکایی‌ها هم در فساد داخل هستند، یعنی خودشان در 100 میلیون دلار که آوردن حداقل 60 70 میلیون دلارش خودشان پس کشیدن. اولا این در توزیع قراردادها ما خبر دارم، بعد میدان هوایی بگرام قرارداد میکشید، یک آدم کمیشن خود مید بر امریکایی قرارداد برش میداد، بازی قرارداد نفر دوم میگرفت، این نفر دوم میگرفت، این سر نفر سیام میفروخت، باز از نفر سیام هم که پول ساخته بود بخش دیگهش باز به نفر اول میداد. قرارداد آخه نشده که، یا امروز مثلا همین مسئله قرارداد مربوط ریاست جمهوری شده. چرا مربوط ریاست جمهوری شده؟ چرا؟ به خاطر از این که در انحصارشان باشن، اونجا بسیار پول پایین بالا میشن. این مسئله رئیس عمومی افغانستان بانک واضح است دیگه. خب تو چی یک آدمه که هنوز او وزیر تجارت نشده بود، او سرپرست وزارت تجارت بود، او را آوردی رئیس بانک ساختی و بعد از او باز بر ازی رای اعتماد نگرفتی، قبل از اینکه آدم قانونی و چوکی را احراز کنه سرش چند نفره میگیری برطرف میکنی. معلوم بشه شما در تلاش هستین، شما اعتراض که در یک عجل هستین، عجولانه میخواین زود کار کنین. چنین استنباط میشه که دلیل آوردن ای آقای احمدی که نام اصلیش چیست، میگه اصلا میگن از لبنان است و از خسرخیلای آقای غنی است، دلیل از این که شما زود مقرر کنید برای این که واضح شما میخواین پولایی که انباشتین یا پولایی که در انبارها ذخیره کردین ای را بتانین به صورت قانونی انتقال بدین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. سلام جناب محترم آقای مسکنیار. من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم جناب اختر صاحب. لطف میکنین شما، با سپاس از صحبت ها و تحلیل های شما، واقعا اینه بر بیننده هیچ جای سوال و هیچ جای تبصره باقی نمیگذاره. بنابراین ما به دوام صحبت شما خدمتتان عرض بکنیم جناب محترم مسکنیار صاحب که ملت افغانستان فقط تباهیش همه به دست امی بی سرنوشتی، به دست تعدادی از معلوم الحال خاک فروش هایی است که در افغانستان امروز در قاریکی قدرت و یا در گذشته بودند. اینا فقط زمین ساز هستند بر منافع امریکا، شرایط آماده می سازند و بس. چیزی که شما پیشتر گفتین، هر کشور و هر رئیس جمهور، هر شاه بر بخاطر منافع ملی خود و بخاطر آرمان های ملت خود خطوط اساسی سیاست خارجی سیاست داخلی خود را طرح میکنه و از او پلان ها بر آینده بر منافع ملت استفاده صورت میگیره. مثل که شما نمونه از شهید داوودخان یادآوری کردین، این که کسانی هستند در استقلال و آزادیت اینا کلان شده و به ملت خود علاقمند هستند، این کسانی که امروز در افغانستان هستند. شما جواب به خانم ایسار اینا چی گفتن؟ روی احساسات است کلگی، فقط استقرار فکری در وجودشان دیده نمیشه، فقط از احساسات صحبت میکنن و کاملا توهین و اهانت آمیز، چی بر خودش، چی بر وزارات، چی بر یک موضوع امورات ژورنالیستی. اینا فکر درستی نداره. یک دیوانه رفت، یک دیوانه دیگه دوباره سر قدرت آمده. اینا بر ملت ساخته نیستن، چون افغانستان هم موقعیت جغرافیایی بسیار حساسی داره، با شوروی یا با روسیه هم سرحد میشه به خاطر آسیای میانه، این طرف با چین. اینا خود امریکایی هم در تلاش هستن که تا بتانن منافع خود را در منطقه از طریق
چون کشورهای کاملا مذهبی در سرحدات افغانستان هستند، باز هم از امی هیبتی طالبا در قسمت افغانستان در شمال اینا بهره بگیرن. امی هست که افغانستان آهسته آهسته اینا باید خصوصا امنیت دولتی افغانستان و وزارت داخله تا حال معلوم میشه کلا در به امر و نهی آهسته عمل بکنن. کشتارهای کال صورت گرفته کلش در خود حکومت دخیل است. پس معلوم میشه هر کسی که در افغانستان جنایتی میشه برای یک کشور چون پاکستان یک دستاورد بزرگ است. ما امروز فقط در منافع امریکا با وسیله ادیان، با وسیله دین و با وسیله نمی طالبان یا هیبتی جناورا، ما ملت افغانستان فقط غرق شده روان است. این فساد در ادارات اینا خو اگر باشه به یک ملت برای یک چیز محاکم وجود می داشته باشه. ما امروز از گذشته تا حال تصفیه حساب یا با هیچ جنایتکار نشده، با هیچ یک خیانتکار نشده. همین سلسله همین طور روان است. هر قدر ما دامن فساد هم میگیم بالفعل اسناد شواهد با وجود میه کسی جرات نداره، چون همین زمینه را میخواهند همین زمینه ها موجود باشه تا بتانن اینا به مرامای خود برسن. از طرف دیگر در این وقت میگن گویا در این اخبارهای دیگر پخش میشه که طالب ها را با روسیه بسیار نزدیک میسازه. خود آیتای یک ما راستین گویا بر روسیه باشه، بعدا از طرف از اینا سوء استفاده خود را بتانند بکنن در داخل و نتبهشان عمل بکنن. افغانستان فقط زیر پای منافع خواسته های خود امریکا با وسیله همی افراد ناخلف جنایتکار به حساب بگویم اینا که دو هویته هستن، تعدادشان یک هویته هستن در افغانستان، هیچگاه بر منافع ملت نه خطوط اساسی دارن نه سیاست خارجی دارن. پاکستان کشوری است که تازه تولده، شما باور بکنین از ابتدایش تا بال یک خدمت سیاست خارجیش در قبال افغانستان تغییر نکرده. اونمون خواستش تا به حال هر کدامش میه، چه نواز شریف هست، چه پرویز مشرف هست، چه گیلانی هست، هر کدامش میه فقط با یک نکته تکیه میکنه که افغانستان کشور ضعیف و افغانستان زیر سلطه پاکستان قرار داشته باشه. ما این چیزها را اصلا درک نمیکنیم، اما به حساب قوم و زبان از همه چیزها رفته و ملت هر روز تباهی می دیم، هر روز تاوانش می دیم. خداوند از این منجلاب ملت را دیگر نجات بده، جرای دیگه وجود نداره. تشکر از شما، زنده باشین. تشکر. بیننده ارجمند، هموطنان گرامی، در لحظات پایانی برنامه امروز ما توجهتان به گزارش هایی که تازه به ما رسیده از ولایت هرات، یعنی توزیع دور سوم کمک های افغانهای مقیم امریکا، کانادا و اروپا که توسط شبکه جهانی آریانا افغانستان تا چند سال گذشته جمع‌آوری شده بود. البته ما تا امروز دو دور کمک ها را مذارت میخوام، یک دور کمک ها را در کابل توزیع کردیم که مقدارش بسیار زیاد بود و من انتظار دارم که دور دومش هم که تمام شده اسناد و مدارک ویدیوهایش بر ما برسه. و ما تا امروز سه دور در ولایت هرات کمک کردیم که ما فقط بخش از این کمک ها را ویدیوهایش دریافت کردیم که امروز خدمت شما به نمایش میگذارم. ویدیوهایی که بعداً برسه او را هم اندل موقع شما خواهید دید. به این دلیل ما سلسله کمک های ما همچنان ادامه داره و طوری که ما به شما وعده سپردیم، ما تا آخرین حبه و دینارش که حق یتیم و بیوه و مستضعف افغان است او را به جای مصرف نمی کنم و حق به حقدار می رسانم. به می دلیل هم ما توجهتان به گزارش هایی که تازه در این رابطه به ما رسیده، یعنی 3-4 گزارش ویدیویی معطوف می دارم که با نمایش این ویدیوها برنامه امروز هم به پایان میرسه. تا برنامه بعدی همه شما را به خدا سپرده، لحظات خوش و آرام را برایتان آرزو میکنم. با این گزارش های ویدیویی توجه کنید. از جهان باید تذکر میکنم که به این وقت این قلب ها کمک کرد. یک جهان تشکری میکنیم از تلویزیون یاریانه با این کمک ها، با این مهاجری غریب ها، با این کمک ها را کردین شما. خدا شما کم نکنه. بیخی تشکری میکنیم. این مهاجر از بالا مرغا آمدن، غریب های مهاجر هست، هیچ چیز ندارن که بگیرن بخورن، اولی کرا هیچ چیز نداره. خانمش هم بگرفتن موتور پایش زده، اوگار کرده
قاتل هم بگیر نماده خودش میدانه خداش. بیخی تشکری میکنیم از تلویزیون یارانه، بیخی زیاد زیاد از شما تشکری میخواییم، ما دست شما درد نکنه. سلام، از آریانه افغانستان تشکر میکنیم که به ما کمک کردن، از اینا تشکر میکنیم، زیاد خوشحال هستیم. کمک میکنن، ایمونایی که ندارن تشکری میکنن. تشکر آریانه افغانستان که به ما کمک تلویزیون برسی. نون فر گفتیم از این نون خور اما در سرا را زید کرد با ما فرد میکنم برنج روغن و خیبین برنج روغن به ما رسیدگی کرد. خیلی ما تشکر میگیم. تلویزیون آریانا که به ما کمک کردن، خیلی بنده شون زد نکنه تشکر. خیلی بینه خدا من قبول کنه، خیلی بینه خدا جان موز به داخرت شما، خیلی بینه دست شما درد نکنه.
آریانا افغانستان، ما از او تشکری میکنیم کمی کرمکار میاره به در خونه ما، ما از او خیلی تشکری میکنیم و می تعالیت کرنهی ما از او سپاسگزاریم، از او خوشیم. خدا خیر بده اونا، کسایی هم که کمک کرده، کسایی هم که بیارده، از اونا ما تشکری میکنیم. تشکر از این کمک که شما برای ما آوردیم، به دم خونه ما آوردیم. یک جان تشکر از طریق تلویزیون آریانا. همی وقت مریضی، وقت دستنگی، غریبی، کار نیه، روزگار نیه، مسلمان هم دستنگ هم مریض هم، اولاد ها اینا، خود اینا چیزی ندارم. خیر بینیم، یک جان تشکر از شما. تشکر از تلویزیون آریانا که همی کمکی که با ما کردم، خیلی تشکر میکنه. همی کمکی که برای ما آوردم دم خونه های ما. تشکر از این که ما کمک کردیم به در می خونی ما، به این وقت بیکری با ما می کمک بکردیم. تشکری میکنم از این دوان خیرخواه که بمیت شرایط برای ما غریبا کمک میکنم. بمیت وقت کرونه ای خیلی تلویزیون آریانا افغانستان خیلی بینم که بما کمک کردم. تشکر میکنم از تلویزیون آریانا، با این روزا قرنطینه کار نیه، با ما کمک کردن. بسیار زیاد تشکر از اینا. ما خود ما خیاطی میکنه یار، با این روزا قرنطینه کار نیه، به می کمک از اینا بسیار تشکر میکنم. تلویزیون آریانا افغان همین کمک کار که میکنم برای ما خیلی کمک خوبیه. همین غنیمت برای ما بزی موقعی که بیکارم همه گی بچه ها و اینا. خیلی تشکر از اینا.
خدا من شما خیر بده. دست شما درد نکنه، تشکر امیری بینی شما چیزی نداشتین، شما به ما کمک کنه خیر بینی. به شرایط داره به وقت بی پول تشکری میکنه از اکی که با ما کمک کرده و از شبکه آریانا هم همچنین تشکری میکنه خیر بینی. خیر بینیم از می وقت کرونا تشکر، خیر بینیم از می کمک شما که به ما کردین. در زمین از اینکه جان سپاس میکنیم از کسانی که در این شرایط کرونایی و همچنان در این شرایط بحرانی برای مردم بی وضاحت کمک کرده است و همچنان از تلویزیون آریانا جهان سپاس میکنیم که در این شرایطی که ما نیاز به این مواد غذایی داشتیم توانسته است که نیازهای ما را تا اندازه مرفوع کند. شبکه تلویزیونی جهانی آریانا افغانستان که کمک به ما تحویل دادن، با ما آگاه نبودیم و کمک های خانه به خانه آمدم دم سلام. تشکر میکنیم از مردمی که به کمک شریک شدن، تشکر میکنیم از همگی شما.
یخ دادین، ما مهاجریم، بدبختی خیلی دیدیم، مرموز یخ بزنن، هنو خیلی مشکل دار دید. خیر ببینین، میرم دادیم کادا کامو گوشنه بود. مشکلات خیلی داریم، برای خوردن هیچی نداریم، گوشنهیم، بدبختی خیلی داریم، کارگری نداریم، بچه هم تا خورن، مزدیری مردم، قریبی، از یک طرف. قرض خیلی داریم، هنمی به خیلی مشکلات داریم. هشت نفوسیم، یک کارگر، بچه که الان من نمیه انگار کارگر، یک دیگه خوردیه، اون مزدور که هست در یک جای دیگه رفت. انا کمک خیر ببینیم، بلکن برای ما کمک خیلی کنیم، خیلی ما مشکلات دیدیم. بایقیس خیلی خرابه، مال جای ما خیلی انقلابه، جای جگاه ما همه رو دور قص کنیم، لوم میدن، در دادن، خیلی مشکلات دیدیم، در دره رفتیم، شو خونه کیا گشتیم، خیلی بدبختی دیدیم. در خونه خیلی بود، دمینیم برفا، بریشا کده کامار یخ زد، دو سه تار یخ زد، در را پرته دادیم لشاشیر، خیلی مشکلات دیدیم. خیر ببینین، امیرم کمک دادین دما، بلکم دیگه هم دما کمک بیتین، ما مشکلات خیلی داریم، قرض داریم، پریشانی، بدبختی داریم. آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.